آقای بهروز دامن خروادی اسرائیلی فرزند آقای خداداد. پدر الان چند سالتونه شما؟ 106 سال. آفرین. تو یادته چه دوره ای دنیا اومدی؟ چه دوره ای بود؟ دوره زمانش یادمه، زمان شاه قاجاریه. در یکی از شهرهای جنوبی اسرائیل بهروز پیرترین مرد اسرائیل زندگی می کند. او از یهودیان ایرانی ساکن اسرائیل است. بهروز 4 سال پس از پایان پادشاهی محمد علی شاه قاجار متولد شد. او پادشاهی احمد شاه قاجار را به یاد دارد. احمد شاه فرستاد خارج. یکی آمد، احمد شاه فرستاد خارج برو گردش. تاش گردش دیشتیاز گفت مشاهد. و همچنین دیدار رضا شاه پهلوی از شهر تولدش تو سرکان را نیز به خاطر سپرده است. رضا شاه اومد شهر ما. با یهودی ها اینجا بودیم، مسلمان ها اونجا بودن، مسیحی ها اونجا بودن. سه باشده بودیم، اومد جلو ما و ما سلام کردیم. بسیدر، شالوم لخیم. ابری گفت شلوم؟ آره، گفت شلوم رو خیلی. آره، یادمه. او شاهد دوران 3 پادشاه و 2 رهبر در ایران بوده و 2 جنگ جهانی را نیز دیده است. یعنی انگلیسی ها بارد ایران، او را بردن که نبارد اونجا، امریکت را گرفتن، جنگ بود، جنگ تو بیرومنه ای بود. رزاسار را بردن خارج، گذاشتن تحت نظر. بهروز آموزگار مدارس یهودی در ایران بوده و هنوز دفتر و کتاب از او دور نمی شود. او شعر هم می سراید. این شعر را بگفتم. به نام نامی جل الهی همه داریم به درگاهش پناهی. فرزندان بهروز همه در اسرائیل هستند و او نام همه نوه ها و نتیجه هایش را به خوبی می داند. پدر و مادر من 6 تا بچه دارن، 16 تا نوه، 28 تا نتیجه. و اما بهروز سوال بزرگ و اصلی ما را که همانا راز طول عمر بلند اوست بی جواب نمی گذارد. خیال راحت. خیال راحت عمرت طولانی می کنه. دلخوری عمر آدم کم می کنه. غم و غصه عمر آدم کم می کنه. شادی و راحتی عمر آدم زیاد می کنه. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.